به به صفا آوردین حالتون چطوره آقا خسته نباشید شب سختیه امروز یعنی فردا که شما می‌خواید ویدیو رو ببینید یا فردا که اصلا کلا هرچی چی قرار 13 تا ترک بیاد و آلبوم رضا رزا پوتک رو بگو پویا پوتک قراره بیاد این ویدیو هم یک پسا آلبوم پسا چی دارم میگم این ویدیو هم یه پسا ورود به آلبوم پویا پوتکه که قراره فردا بیاد من مثل همیشه یه سری ها دارم که اکثرا هم درست سر می اومد از قدیم که اون فیت اول پوتک پیش رو بنده هفت ماه زودتر حد زدم که اصلا کسی فکرش نمیکرد تا همین الان که امروز راجع به فیت آخر پوتک پوتک میخوایم صحبت بکنیم اول همه فیت های که تا الان معرفه شده رو با هم یه بررسی ریز میزنیم بعد میریم سراغ اصل کار و فیت آخر آقا اولین فیت هایی که معرفی شد فیت ممزیه ممزی آرتیستی که خیلی دوستش دارم من واقعا پلیلیستم نگم سی درصد ده بیس سرصدش ممزیه شب خیلیتون گوش نهده باشید واقعا ممزی آرتیست تاپه که صدای به حالی داره به دل میشینه اتاتونم به خوبی استفاده میکنه یعنی دوست داری بشنوید ممزی رو، واقعا میگم که رو پوتک من دوست دارم بشونم اون وایبی چون موزیکای اون وای به لاو فکر کنم با حال فاز دارکی که پوتک مثلا به موزیک میده کنار ممزی که میتونه به هم بریزه که هر ایده که به کار داری و ترک های خوب ممزی هم بچه هم میخواید گوش بکنید اگه نمیشناسیدش من اگه لاو میخوای گوش بکنی ازش یه فیت با ویناک داره اسمش رو یادم نمیاد بزن ممزی ویناک میدید کلا فیت دارم ما ساب من برم پیدا کنم برات بیام یه لحظه ساب من. یه رفتم از ویناک کجا ایناش نبینم از ویناک و ممازیه. که به نظر از بهترین ترک های جفتشونه و خیلی ترکیب قوی بود کلا ممزی گوش بکنید حال میده بد فیت بعدی که ما رفته تازه پیش شد دو تا فیت با هم داشتن فیت دومشون دو خیلی خوب بوده فیت اولشون خوب نبوده واقعا یعنی چیز متوسط بود که فقط یه اینتر داشته باشن که آقا اوکی ما با همین میدونی ولی فیت دومشون دو واقعا هر لحاظ خوب بود پوتک بهتر بود تو فیت دومشون دو که همین بله قربان بود که ریاکشن رفتم بهش و خلاصه در کل میتونیم بگیم که از ترک که بازم قرار بهتر که همون ترک بارزه پیش رو فیت بعدیش با کچی بیتس که معرفی شده کچی هم که واقعا هیت میکریه برای خودش هم توی منتظری ترک خوب دیگه باشیم به هم معرفی شده لیتو کلن کمی یه کمی مچولتره میدونی یعنی من حسن کام یه ترک لاو ببندم با لیتو بعدی با سپر خلصه سپر خلصه و پوتک یه دونه فیت دارن که اصلا به دل من نشسته واقعا یه ترک دارک میخوام ازشون بگات میدونی مغز تو منفجر کنه اون قلمایی که خلصه تو آلبوم آخرش استفاده کرده داشته باشه قلمه ولی گنگ من نخونن این اون که صافت و ساده تر باشه کلا آلبوم پوتک من آلبومی که خیلی دوست داشتم از پوتک یه آلبوم بوده اون آلبوم کاناشی بود خیلی خفن بود قبل تر خودکشی هم دوست داشتم ولی واسه اون دوره الان نمیتونم گوش کنم کاناشی هنوز میتونم گوش بکنم باشه تو آخر ویدیو وایس من میخوام تای 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 ویدیو بگم که فیت آخر با کیم. فیت بعدی زیرتونی وان کیت زیر وان کیت و پوتک با هم یه فیت انقلابی داشتن فیتی که من گوش نمیدم هیچ وقت چرا من این چیز شخصی من وقتی یه بار باش از نه و هر وقت گوش میکنم خیلی حالم بد میشه واقعا اصلا خود میکنم اون دارم فیت دومشون گیمای نباشه یکم بیارم پایینتر بتونم گوش بکنم چون واقعا من یکم خرافاتی هم تو این موضوعا و سر همین گوش نکردم دیگه مطمئن سر اینه مطمئن و خیلی با هم خیلی سعی که خوب بود یعنی واقعا از تکنیکی و گل اون موقع من خیلی خوب بود متصوره دیگه نمیتونم گوشش بکنم خودمو گرفتم از این موضوع که بتونم گوشش بکنم فیت بعدی سیجل سیجل و پوتک قرار بوده یه نوار مشی رو با هم بخونن خیلی قدیم تر نه الان فیت داشتن با هم یارن چند وقت فکر نکنم فیت داشته باشن اولین فیتشون میشه که فکر میکنم این کورس های خوب سیجل رو داشته باشیم و سیجل نیاد رو تکنیک بره رو همون فاز قدیم خودش خیلی باحال تر دایمه. چون دیدم مثل جدیدن داره میاد روی تک قافیه بودن و یه سری کارهای اینجوری که میخواد یه کچور تکنیک تر رب بکنه نکنه بهتر است همون سیجل یونیکی که ما دوست داریم باشه خیلی توی این بهتر میتونه عمل بکنه به نظر شما بهترین فیت آلبوم که تا الان معرفی شده کدوم فیت؟ حالا همتون میگید پیش حالا هر نظری دارید تا پیش رو هم بنویسید. پوبون آرتست دیگه بود که معرفی شد برای این آلبوم. پوبون و پوتک یه دونه ترک اقیانوس کنم دارن همچین اسم داره ترک. کلا پوبون میتونه یکم پوتک رو ببره یکم سمت لاو و داستانی اینجوری که خیلی مثلا مثل دقیقاً همون قضیه ترک پیداشه پوتک و پارسالی تو واقعا مسش نمیاد. خیلی ترک خوبیه. با اینکه حالا با هم که نیستن اونقدر جدیدن نمیدونم چرا ترک باحال بود ترک واقعا چرسی هم اولین کسی بود که معرفی شد در من آخرین نفر بود چرسی و پوتک خیلی ترکیب عجیبیه می چرسی هم جدیدن داره به اون آرتیست هایی اضافه میشه که تو آلبوم وقتی هست همه میرن ورساشو گوش میکنن قبلا اینجوری نبود و خیلی مهمه اینو من چند بار گفتم اینکه وقتی به عنوان گست میری داخل یه آلبوم اونجاست که میتونی مقایسه بشی با بقیه من مثالشو برات بزنم آلبوم هیپوپولوژیست از همه دنبال ورس زیرو تولرنس بودن چجوری بوده خوب بوده یا بد بوده که بد بود کاری ندارم ولی ورس لیتو اونقدر شنیده نشد چرا چون لیتو دیگه تکراری شده این مهمون بودنش و انقدر ورس الکی انداخته این اون بر که اصلا همه ورس ها شبیه فهم شده و چیز جدیدی واسه گفتن نداره ولی یکی مثل خلصه یکی مثل چرسی که الان میتونم بگم یکی مثل کوروش وانتونز که فکر کنم بس این قضیه است هر وقت میره تو هر آلبومی یه چیز جدیدی واسه ارائه داره یه فلوی جدیدی دو تا پانچلاینی داره که بخوره بیو بخوره سوری میدونی باهاش میتونی خودتو چیز چی میگم بهش با. چفت میشی با این موضوع کاری که پوری هم کل ترکاش میکنه فعال آلبوم بقیه چرسی هم اینجوری شده جدیدم و من منتظر این ترک هم هستم و مورد انتظار ترین و اون چیزی که من خیلی براش دارم سب میکنم توی آلبوم بشنوم بخوام بگم پوش رو نیست چون دو بار شنیدم خلصه نیست فکر میکنم همین ترکش با زیتون که یکیش بتونه باشه و ترک آخره یعنی فیت آخری که قراره بیاد که الان از اینجای ویدیو بعد میخوام صحبت بکنم خب آقا گمان زنی ها زیاد 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 ولی من سه تا گزینه دارم سه تا گزینه که یکیش خیلی احتمالش کمه دو تاش احتمالش چل, چل. گزینه اول که احتمالش کمه یعنی که همه رو کسی رو باشه و فرشا سایلنت باشه که احتمالش زیر یک درصده چون قبلا گفته بود فیت بدیم ما ولی تو آلبوم نمیاد این همه های بکنه با فرشاد ویدیو میام ویدیو موزیک بده بس اینو میذاریم کنار دو تا چیز دیگه میمونه یه دو تا سه تا میمونه دو تا ایرانی یه دونه خارجی ترویس اسکات کسی که حالا این همه راجبش حرف دادن گفتم موزیک ویدیو داره با پوتک و پوتک اومد گفت که رفتیم سر موزیک ویدیو با کسی که یه دونه ره داره ترویس شاید نمیدونم واقعا ولی فکر میکنم اگه با ترویس میبود قبل اومدن آلبوم اینو معرفی میکرد که فروش آلبوم بیشتر بشه شاید مهم نباشه این واسه پول مهم نبوده و ترویس هست خب این یه ایده که راجع به داریم ما دو تا آرتست دیگه هستن که خیلی با هم فرق دارن فدایی حسین حسین من احتمالش رو کمتر میدونم فدایی بیشتر فدایی میتونه بیاد تو آلبوم آلبوم که واقعا دارم میگم ولی ببین این دو نفرم که من دارم اصلا همین الان مقام هم داره صد یک دیتا های پشت پرده که من میدونم به گا میره که نمیتونم اینجا بگم خب فدایی من نمیدونم درست رو بگم یا نه یه هفته پیش شوچتمون گفت من که من هیچ کاری جز انقلاب ایران الان برام مهم نیست اصلا هیچ یعنی هیچ کاری جز انقلاب ایران نمیکنم هیچ ترکی جز انقلاب ایران نمیدم و هیچ کار این سری پروژه دیگه بود که من بهش گفتم و حالا اینکه تو آلبوم پوتک بخواد باشه من اینکه تو ترک انقلابی بخوام بخونن این احتمالش هست و پوتک داشت ریاکشن میرفت یه تیکه انیمیشن ما اون روز که دیس هیچ اصلا فدایی بود گفت که من من هر نداره سری ردش کرد یعنی شاید به خاطر این بود که با فدایی شد فیت داره رفیق نمیدونم رفیق هستم مطمئنم ولی فیت مطمئن نیستم حسین رابطه خوبی با پیش رو داره و با پوتر که همین زاویه ای نداره میدونی میتونه فیت بعدم هم حسین باشه چون گفته تا حالا باش فیت نداشتم و بعد باید یه خیلی بزرگ باشه ببین این سه نفره احتمال قوی فیت آخر و منتظرش باشید به نظر شما کدوم من نظرت نهاییمو میگم فدایی من به نظرم فدایی فیت داره حالا نمیدونم هر هم بود بود من نظر نهاییمو دادم و همین عشق من این دوستتون دارم خیلی زیاد ها حرف دیگه ای باقی نمیمونه شاید هم ترویس باشه ها نمیدونم خیلی دوست دارم که بدونم فیت آخرش با کیه و ریاکشن هم احتمالا یکی دو تا آلبوم برم بیشتر از یک دو تا نمیرم یکم اون فیت آخری رو میرم یادم شاید دو پیش رو, برم معلوم نیست ولی اگه چیزی انتظار داشتین که من برم بهم داخل کامنت ها بگید که کدوم فیتو برم عزیز من این دوستتون دارم خیلی زیاد اگه تا آخر این ویدیو من نگاه کردی کاف با دو تا قلب آبی بذار که من بدونم ویدیو رو نگاه کردی تا تاش بنده کو فراموش نکنید